روز نزول سوره هل اتا و انفاق امیر المؤمنین و خانوادهش به یتیم و مسکین و اسیر است و همین روزهایی که شما اینجا حضور دارید، همین روزهای ماه ذی‌الحجه، سال روز خاتم بخشی امیر المؤمنین و نزول آیه انما ولیکم الله و رسوله، یعنی آیه ولایت است. تقریبا ماه ذی‌الحجه رو من گاهی به دوستان عرض کردم ماه ولایت، مناسبت‌های مختلفی نزول آیه و آت ذل قربا حقه، اعطاء فدک، سد ابواب به درب حرم پیامبر، به مسجد پیامبر، جز درب خانه امیر المؤمنین، همه تو این مناسبت ها بوده. خدا رو شاکریم قبل از محرم در آخرین ماه قمری خداوند در این ایام ذی‌الحجه به ما و شما توفیق داد، به تعبیر دوستانمون و سرور معظممون، اولین دعای ندوه و جلسه رسمی در صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار مسجد شریف امیر المؤمنین علیه السلام برگزار بشه. همینجا من مقیدم الا خودم که میام زیارت این کار رو انجام بدم، تو سخنرانیم میگم، شما هم یادتون باشه. همینجا درود میفرستم به مادر بزرگوارش حضرت فاطمه بنت اسد علیها السلام، درود میفرستم به پدر بزرگوار و موحدش، اون کسی که ایمانش با ایمان خلائق همتراز بلکه بالاتر بود، حضرت ابو طالب علیه السلام. و شما هم مقید باشید هر وقت زیارت امیرالمؤمنین میاید نظری، دعایی، زیارتی، قرآنی، بالاخره دو رکعت نمازی، هدیه‌ای به روح مادر و پدر بزرگوار امیرالمؤمنین که ما اینجا متنعم از سفره احسان اون امام عزیز هستیم انشاءالله داشته باشید. برادران عزیز، خواهران گرامی، میدانید ارتباط محکم و وثیقی است بین قدیر و ظهور امام زمان ارواح نافداه. قدیر آغاز ظهور تحقق، قدیر شروع ظهور پایان. اون دستی که در قدیر فرمود و اون زبانی که در قدیر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، این در واقع در ظهور هم تحقق داره که من کنت مولا امروز فمهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مولا هست. ولذا شما این دعای ندبه رو وقتی میخواید شروع کنید با قدیر شروع میکنید، با امیر المؤمنین شروع میکنید. چرا شما تو دعای ندبه اول میرید سراغ انتخاب امیر المؤمنین؟ سخن از قدیر است، سخن از انتصاب امیر المؤمنین است، سخن از من کنت مولا است. در دعای ندبه قبل از آنی که سراغ امام زمان رو بگیرید میگید عین الحسن، عین الحسین، سخن از امام حسنه، سخن از امام حسینه، عین ابناء الحسین، سخن از امامت. 38 تا عینه تو دعای ندبه است که شروع این عینه ها با نام امام مجتبی است، با نام امام حسین، با نام ائمه است. این یعنی آن که ظهور استمرار قدیر است، ظهور تحقق قدیر است، قیام امام زمان ارواح نافداه تحقق بخش اون هدفی است که رسول خدا در 18 ذی‌الحجه حجۃ الوداع فرمود. و لذا من گاهی به دوستان گفتم این 4 تا واقعه پشت سر همه، بعثت آغاز اسلام است، قدیر
اکمال اسلام است، عاشورا احیای اسلام است، ظهور جهانی شدن اسلامه. این چهار مناسبت کاملا در راستای همه. نهالی که پیغمبر 27 رجب کاشت در 18 ذی‌الحجه، این نهال محکم شد با اتمام ولایت، اتمام نعمت. در عاشورا آبیاری شد، چون امام حسین فرمود الا و ان السنت قد امیتت، سنت پیغمبر 50 سال بعد از رحلتش از بین رفت، ابی عبدالله احیا کرد. و در ظهور اون چیزی تحقق پیدا میکنه که همه ما دنبالش بودیم، و اون حکومت جهانی امام عادل که دیگه نه بنی امیه و بنی عباسی به کاره و نه آل سعود و آل خلیفه‌ای به کاره، هیچ ستمگری در عالم دیگه حکومت نخواهد داشت. لذا ارتباط محکمی است بین این چهار مناسبت، بعثت و غدیر و عرض میکنم عاشورا و مسئله ظهور. همین آقا امیرالمؤمنین که کنار قبرش نشستید، اسبق ابن نباته میگه من یه روز آمدم دیدم این آقا رو خاک نشسته داره گریه میکنه، رو زمین داره اشک میریزه. رفتم جلو سلام کردم، گفتم یا ابل حسن ممه بکاوک، چرا گریه میکنید؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا رو خاک نشستید؟ در چی فکر میکنید؟ در چی دارید اندیشه میکنید؟ به یاد چی افتادی که داری گریه میکنید؟ آقا فرمودن فکرتو، تعبیر امیر المومنینه، فرمود اسبق ابن نواته، دارم فکر میکنم راجع به 11 فرزندم، دارم فکر میکنم راجع به اون آقایی که 11 فرزند منه، میاد دنیا رو پر از عدل میکنه. بعد یاوران امام زمان، آقا امیر المومنین فرمود وا شوقاه و الی رؤیته، چقدر دلم میخواد مهدی رو ببینم. وا شوقاه و الی رؤیت اصحابه، چقدر دلم میخواد یارانش رو ببینم، اصحابش رو ببینم. این تعبیری است که امیر المومنین درباره مسئله ظهور داشتن و بیان کردن. خب در این مسجع نورانی، در این جلسه بسیار با شکوه و با عظمت، آقایان، خواهران، مطلبی که من میخوام امروز بگم خوب عنایت کنید چیه. ببینید روزی که امیر المومنین انتخاب شد به، یعنی انتخاب که از قبلم بود، رسمی شد امامت حضرت در قدیر، یه جمله رسول خدا فرمود، من این جمله رو میخوام امروز یه قدری باز کنم که همه شما این جمله رو حفظید. الان تو دعای ندبه هم شروع میکنید این جمله رو به خواندن. و اون جمله اینه، وقتی فرمود علی جانشین من است، امام بعد از من است، فرمود اللهم من سر من نصره. خوب عنایت کنید، با من باشید. اللهم من سر من نصره، خدایا هر که این علی رو یاری کنه یاریش کن، و هر که این علی رو زمین میزنه زمینش بزن. این خیلی دعای مهمی است. اللهم من سر من نصره. بحث من امروز اینه، ما چطور میتونیم امیرالمومنین رو یاری کنیم؟ راه نصرت امیرالمومنین چیست؟ این همون جمله‌ایه که امام حسین هم روز عاشورا فرمود. فرمود هل من ناصر ینصرنی. نصرت یکی از مهمترین وظایف ماست، یاری کردن اهل بیت. آقایان، خواهران، بینندگانی که در سر تا سر ایران اسلامی از کنار صحن حضرت زهرا سلام الله علیها این بحث رو دنبال میکنید، ما سه جور میتونیم امیرالمومنین رو یاری کنیم، سه جور میتونیم اهل بیت رو یاری کنیم. من این سه جور رو از کجا میگم؟ از یه داستانی میگم. هشام از اصحاب امام صادقه، جوان بود، از در وارد شد، تا وارد شد امام صادق جلو پاش بلند شد. جوان تازه مو به صورتش رویده، آقا خیلی احترامش میکرد، خیلی اهمه. هشام کسی بود که هارون الرشید
میگفت زبانش از هزار شمشیر خطرناکتر. آقا امام صادق این جمله رو فرمود، جمله ای که امام رضا به دعبل خزائی فرمود. فرمود میدونید چرا من این هشام رو اینقدر احترام کردم؟ هازا ناصرنا، ایشون ما رو یاری میکنه به قلبهی و لسانهی و یده، با قلبش، با زبونش، با دستش. پس یاری کردن امیرالمومنین سه جوره: با قلب، با زبان، با دست. من توضیح میدم اینا رو. این حرفیه که از خود امیرالمومنین هم رسیده. این آیهی که همتون شنیدید: ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری کنید خدا یاریتون میکنه. همین آقا امیرالمومنین فرمود انصر الله به قلبک و لسانک و یدک، خدا رو یاری کنید با قلب، با زبان، با دست. پس بحث امروز ما یاری کردن اهل بیت. اللهم انصر من نصره، پیغمبر دعاتون کرده. اون کسایی که علی رو یاری کنن فرموده خدا یاریشون کنه. اولیش با قلب. آقایان، خواهران، یاری با قلب چیه؟ یعنی محبت امیرالمومنین، یعنی دوست داشتن اهل بیت. این اقل یاری کردن اهل بیت. البته این محبت رو ممکنه غیر مسلمون هم داشته باشه، غیر شیعه هم داشته باشه، حتی غیر شیعه و غیر مسلمان هم این محبت رو داشته باشه، اثر داره. دقت کنید چی میگم. آقایی بود تو مدینه، در عرض میکنم حجاز، در عراق، در کوفه، به نام یوسف ابن یعقوب، مسیحی بود. متوکل عباسی ایشون رو احضار کرد. متوکل خبیث بود، وقتی احضار میکرد یا میکش یا زندان میکرد یا شکنجه میکرد. خیلی ترسید. یه همسایه ای داشت شیعه بود، اومد پیشش گفت شما شیعه ها اینجور موقعات چه میکنید؟ خب ما به اهل بیتمون متوسل میشه. خب من که مسیحی هم، اهل بیت شما رو قبول ندارم، مثلا مسلمان نیستم. منم متوسل بشم اثر داره؟ منم محبت ببرزم، نذر کنم؟ گفت چرا نداره؟ گفت خدا من 100 دینار نذر امام هادی میکنم. ببینید محبت، جرد جرداق محبت امیرالمومنین داره. کتاب نوشته میگه یا علی انی لستو به شیعی فضل، انی لستو به مسلم فضلا ان اکون شیعی، یا من اصلا مسلمان نیستم چه برسه به اینکه شیعه باشم، ولکن احب کل فضائلک، آقا دوست دارم تو مجسمه فضائلی. شما میدانید بعضی از این شعرهایی که رو قبر امیرالمومنین، من گاهی مقیدم اینا رو بخونم، روی ذریح امیرالمومنین نوشته، بعضی از این اشعار مال دانشمندان اهل سنته، مال ابن ابی الحدیده. این شعر مال ابن ابی الحدیده که دو جا نوشته، هم رو ذریح نوشته هم تو گنبد. اقول فیک سمیدعو کلا و هاشا ان یقال به مثلک سمیدعا. این شعر هم رو ذریح نوشته هم تو گنبد. آقا جان بگم آقایی، واژه آقایی برای تو کمه. این کلمه ای نیست که میشه تو رو توصیف کنه. ببینید شما وقتی وارد حرم حضرت امیر میشین، این سمت چپتون که بالا سره یه کاشی آبیه، نگاه کنید اون بالا، این شعر اونجا نوشته: ولو لم یکن فی صلب آدم نورهو لما قیل قدمن للملائکه تسجدو. علی جان من خیلی این شعر رو دوست دارم، هر وقت وارد حرم میشم این شعر رو میخوانم. بالا سر حضرت امیر به کاشی آبی: ولو لم یکن فی صلب آدم نورهو لما قیل قدمن للملائکه تسجدو. علی جان اگر نور تو در پشت حضرت آدم نبود، خدا به فرشته ها نمیگفت بر آدم سجده کنید. سجده بر آدم به خاطر این بود که در نسل او مثل توی بود، تا صورت امکان جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، مسجود ملائک که شد آدم ز علی بود،
آدم چو یکی قبله و مقصود علی بود. یوسف ابن یعقوب بلند شد اومد سامر را، بلد نیست خونه امام هادی کجاست. همینطور که سوار مرکبش در یه خونه وایساد، متوقف شد، یه کسی در رو باز کرد، گفت یوسف ابن یعقوب خوش آمدی، آقا امام هادی منتظرت. اومد 100 دینار رو داد و رفت، شیعم نشد، مسلمونم نشد. بعد اینو میخوام بگم، آقا امام هادی فرمود مردم فکر میکنن ما فقط کار شیعه هامون را میندازیم، فقط محبت، نه، این آقا که مسیحی هم بود نظر ما کرد، ما کارش را انداختیم. من یک سال مشهد بودم، یه خانمی از این صحن اومد بیرون، خب خیلی بدحجاب شد وقتی آمد بیرون، چادرش رو زود برداشت، رو سریش رو زود عقب کشید، یه مقداری زود تو همون اول صحنه جامعه رضوی این خادم آمد جلو، بهش گفت خانم مسلمونی که تو حرم امام رضا نیست، حجاب حجابه، بیرون هم باید رعایت کنی، شما چه مسلمانی هستی باید چادر از حرم آمدی بیرون، به این سادگی همه رو حذف کردی. ایشون هم آدم مؤدبی بود این خانم، گفت آقا من مسلمان نیستم، من از ارامنه شیرازم، یه مریضی داشتم، پسرم بیمار بوده، نظر امام رضا کرده، شفا گرفته، اومدم از آقا تشکر کنم و برگردم، با یه پرواز آمدم با یه پروازم برمیگردم، نه اذن دخول بلدم، نه زیارت بلدم، نمیدونم نماز زیارت چی. جالبه، گفت شوهرم یه مبلغی به من داده، گفته برو حق این آقا رو بپرداز، اینقدر مثلا پیاده بوده، اطلاعات نداشته. من آمدم فقط تشکر کنم. بله آقایان، خواهران، این محبت برای آخرت کافی نیست، این محبت برای بهشت کافی نیست، محبت قلبی باید بشود منشأ معرفت، بعد بشود منشأ ولایت، به موالاتکم تقبل و طاعت المفترزه. بله این محبتی که من گفتم مثالام زدم تو دنیا اثر داره، مسیحی هم کارش را افتاد، اما این محبت به درد شب اول قبر و بهشت و قیامت کافی نیست، این محبت باید بشه معرفت، این معرفت باید بشه موالات و ولایت امیر المؤمنین. و لذا وقتی از امام صادق میپرسن آقا اینی که به ما میگن شما زیارت میرید عارفن به حقه، یعنی چی؟ خیلی مهمه، از ما هم گاهی مردم میپرسن آقا مثلا زیارت امام رضا عارفن به حق امام حسن، امام حسین، اهل بیت، چون راجع به اهل بیت مختلفی داره. امام صادق فرمود معنای عارفن به حق اینه که شما قبول داشته باشی ایشون امامه، اطاعتش لازمه، اعتقاد به امامت و اعتقاد به این که اطاعت امام واجبه، این همون عارفن به حق است. عارفن به حق رو سخت نکنید برای خودتون. امام صادق فرمود عارفاً به حقه یعنی اینی که معتقد باشی مفترز و طاعه، امام، غریب، شهید، این چهارتا، معتقد باشی اطاعتش واجبه، امام در قربت واقع شده، حقش قصب شده و شهیده. حالا شهید به معنای اصطلاحیش و به معنای گواه، به اعمال ما ناظره. این اولین نصرت، چگونه اهل بیت رو یاری کنیم؟ نصرت قلبی یعنی محبتی که با موالات باشه. تو کوچه های مدینه ایستاده بود امیر المومنین، همین آقایی که کنار مسجد شریفش هستید، دیروز به یه آقایی گفتم آدم اینجا که میاد یه احساس راحتی میکنه با امیر المومنین، خشنگ مثل که، بعد برداشت خودم بود، گفتم دیدی خونه بابات که میری چقدر راحتی، اینجا خونه باباست، انا و علیون با ابوا هذه الامه. یه بزرگی میگه با آمدم مقابل حضرت امیر سلام بدم، هی فکر کردم چی بگم، یه وقت گفتم السلام علیک یا ابتا، سلام بابا جان، نه ساداتا، همتون، چون خودش فرمود انا و علیون ابوا هذه، خونه پدر انسان انقدر راحته، راحت میتونه با حضرت امیر حرف بزنه. ایستاده بود تو کوچه های مدینه با پیغمبر، یه وقت یه جنازه ای رو آوردن، امیر المومنین
عرض کرد یا رسول الله این جنازه مال یه غلامی است به نام رباح، این خیلی منو دوست داشت، هر وقت من علی رو میدید میگفت یا علی انا احبک، خیلی به من علاقه داشت. تا این جمله رو گفت رسول خدا فرمود بریم تشییعش. آقا آمدن تشییع جنازه، بدن رو آوردن کنار قبر، در میان تعجب اصحاب یه وقت دیدن رسول خدا رفت میان قبر، فرمود بدن این غلام رو دست من بدید. بدن رو گرفت با دست خودش تو قبر گذاشت، صورت رو خواه، همه تعجب کردن چی شده پیغمبر این غلام رو اینقدر با تجلیل و تکریم داره دفن میکنه. صورت رو خاک قبر گذاشت، با دست مبارک سنگ لحد گذاشت، وقتی از قبر آمد بیرون فرمود یا علی لا ینال احد بذلک الا بحبک، همه اینا رو کرد انجام دادم چون محب تو بود، چون دوستدار تو بود. مگه امام رضا رو اون سالی که میوردن ایران، اون شخص میگه رسیدیم به توس، آقا ایران نبوده، 52 سال مدینه بوده، اولین سفر رسمی اومده ایران، یه جنازه ای رو تشییع میکردن، آقا پیاده شد، اسمش رو صدا زد، در تشییع شرکت کرد، کنار قبرش رفت، فرمود نترس ما با توییم. اون شخص میگه گفتم آقا شما اینو از کجا میشناسید؟ فرمود محب ماست، ما محبنمون رو رها نمی کنیم. آقایان خواهران، محبت حد اقلی نه، محبت با معرفت با موالات، محبت آگاهانه شاخص، محبتی که بچه هاتون رو با این محبت بزرگ کنید، معرفت آگاهی بدید، این اولین نصرت. چگونه اهل بیت رو یاری کنیم؟ سه جور فرمود هازا ناصرنا به قلبهی، اولیش با قلب، که این قلب کانون محبت بشه، این قلب کانون دوستی بشه. نشسته بود رسول خدا، یه عربی از در وارد شد، با عجله گفت یا رسول الله متى الساعه، قیامت کیه، کی قیامت میشه؟ آقای نگاهی کرد، موقع نماز بود، موقع نماز سوالم نباید جواب، موقع نماز امام رضا بحثم تعطیل کرد، به عمران سابعی فرمود نسلی و نعود، نماز میخونیم بر میگرد، موقع نماز هیئت دولت مجلس هر جلسه ای هست باید تعطیل بشه، نماز اساسه. آقا فرمودن حالا صبر کن نماز بخون. نماز تمام شد، پیغمبر اکرم فرمود کوین سائل، اینی که میگفت قیامت کیه کجاست؟ گفت آقا جون من بودم. فرمود ما اعددت لها، تو چی آماده کردی که میگی قیامت کیه؟ دانشجوی سراغ امتحان میگیره که درس خونده، دانش آموزی سراغ کنکور میگیره که درس خونده، تو که میگی قیامت کیه، چی برای قیامت آماده کردی؟ گفت یا رسول الله راستش هیچی، من یه آدم نماز شب خونی باشم، یه آدم اهل مستعد، یه آدم معمولیم، ولی یا رسول الله یه ویژگی دارم، شما رو خیلی دوست دارم، عاشق شما. اون شخص میگه پیغمبر یه جمله ای فرمود، اشکا از چشم جاری شد، انقدر مسلمان ها خوشحال شدن، فرمود آقایی که گفتی قیامت کیه و این ویژگی رو داری، المرء مع من احب، هر که هر چی رو دوست داره باش محشور میشه، هر که هر چی رو دوست داره باش محشور. این محبت و قدرش رو بدانید. حکم ابن عتیبه میگه نشسته بودیم خدمت امام باقر، یه پیرمردی وارد شد، گفت یبن رسول الله اجازه هست من عقایدم رو بر شما عرضه کنم؟ گاهی برید پیش عالم عقایدتون رو عرضه کنید، حمد و سورتون رو بخونید، نکنه یه وقت 50 سال غسل اشتباه باشه، وضو اشتباه باشه، نماز اشتباه باشه، دستتون تو دست یه عالم باشه. من الان که اومدم اینجا بیام سخنرانی، صحنه دیدم تو حرم حضرت امیر، خیلی برام جالب بود، یعنی دعا داشتم میخوندم قطع کردم این صحنه رو تماشا کردم، دیدم یه پدری 2 تا بچه‌هاش رو کنارش نشونده، یه دختر 5-6 ساله، یه پسر شاید 8-9 ساله، حالا کی ساعت مثلا 5 صبح 4:30 مثلا، همین الان تو حرم میدم، دختر خانم محجبه 5 ساله کنارش، خیلی برای اگه دوربین داشتم اینو فیلم میگرفتم، آقا پسرم کنارش، که بابام نشسته بود بین اینا،
همینطور داشت برات داستان امیر المومنین و زندگیش و ظلمایی که بهش شده و حضرت زهرا رو تعریف میکرد، ستایی عشق میریختن. این دختر بچه عشق میریخت، ببین این بچهشو داره تربیت میکنه با محبت علی، این دستشو نمیگیره فقط حرم بیاد بخوابه یا استراحت کنه. خدا میدونه این ستایی دختر بچه 5-6 ساله، این بچه 7-8 ساله با این پدر مثل بارون عشق میریختن ستایی. و این بابا داشت هی این آقا کی بوده، چه ظلمایی بهش شده، چطور حقشو گرفتن، چطور جلو چشمش به همسر قشنگ. آهسته آهسته یک دوره تاریخ اسلام برای اینا میگفت. باید ما با بچه‌هامون حرف بزنیم. جوونامونو رها کردیم تو کشور، فضاهای مجازی ارتباط با جوونها رو از ما گرفته، فضاهای مجازی ارتباط تربیتی رو از خانواده ها گرفته، لذا دختر و پسرهامون متاسفانه به سمت بی‌نمازی گاهی پیش میرن. دعاشون کنید آقا، اینجا کنار حرم امیرالمومنین دعاشون کنید. وارد شد بر امام باقر علیه السلام، گفت یبن رسول الله من 3 تا ویژگی دارم، میشه بگم؟ آقا فرمود بگو. گفت احب بکم و احب با من یحب بکم، من شما رو دوست دارم، هر کم شما رو دوست داره دوستش داره، یه مداحه، یه سخنرانه، یه نویسنده، محبای شما رو دوست داره، از دشمنا شما بدم میاد. 2 حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام میدونم، از خودم اختراع نمیکنم بگم نه این حلال این حرامه، حلال و حرام شما رو حلال و حرام میدونم. و 3 انتظار فرج میکشم، آقا من عقایدم درسته یا نه. آقا امام باقر فرمود پیر مرد بیا جلو. اومد جلو فرمود همین حرفا رو یک کسی به بابام امام سجاد زد. بابام امام سجاد فرمود با همین 3 عقیده‌ای که داری ما رو دوست داری، حلال حرام رو رعایت میکنی، انتظار فرج میکشی، با همین عقیده نه تنها قیامت بهشت میری بلکه همسایه ما میشی. موقع جان دادن امیرالمومنین میاد کنار بدنت، موقع جان دادن امام حسن میاد، امام حسین میاد، قلبت شاد میشه، چشمت روشن میشه. اینقدر این پیر مرد خوشحال شد، گفت آقا کررها، یه بار دیگه تکرارش کنید. آقا یه بار دیگه فرمود، گفت آقا میشه یه خواهشی بکنم؟ دستتون رو بدید. دست امام باقر رو گرفت، به سینه‌اش ماشید، به صورتش کشید، مثل بارون عشق میریخت. بعدم خداحافظی کرد رفت. وقتی میرفت امام باقر از پشت سر یه نگاهی به این پیرمرد کرد، به اصحابش فرمود من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل، هر که میخواد تو این دنیا یه چهره بهشتی ببینه این پیرمرد رو ببینه. این اثر محبت با معرفت. آقایان الان دعای ندبه رو شروع میکنید، اللهم انصر من نصره، خدا هر که این علی رو یاری میکنه یاریش کن. چجور علی رو یاری کنیم؟ یکی با محبتمون. همین هزینه هایی که شما کردید اینجاها خرج شده، اینا محبته. همین زیارتی که با این زحمت میایید محبته. این یک راه یاری. دوم به لسانهی، راه دوم این انسان با زبانش حرف بزنه، بگه. اونی که ازش شعر میاد شعر بگه، اونی که ازش سخنرانی میاد سخنرانی کنه، اقلش اینه مطالعه کنه، با بچه‌هاش حرف بزنه. با زبانم باید اهل بیت رو یاری کرد. یک زنی آمد پیش معاویه به نام سوده همدانی که من این شعر رو خیلی دوست دارم، هر وقت میام کنار حرم حضرت امیر این شعر رو به خودم زمزمه میکنم. اومد پیش معاویه، یک زن ولایی، یک زن عاشق اهل بیت، اومد پیش معاویه تو دربار معاویه، یه کاری داشت حالا بماند. معاویه کارش را ننداخت، تندی کرد، رو کرد به معاویه، گفت صلی الاله علی جسد تزمنه القبر فاصبح فیه العدل مدفونا، درود بر اون بدنی که وقتی رفت تو خاک عدالت هم باش رفت تو خاک، درود بر اون بدنی که وقتی به خاک سپرده شد عدالت هم باش به خاک سپرده شد. معاویه گفت کیو داری میگی؟ گفت زاوچه علی ابن ابی طالب امام المسلمین، علی رو میگم، وقتی بدنش رفت تو خاک عدالت هم باش رفت تو خاک. این میشه دفاع زبانی. گاهی انسان میتونه با زبانش دفاع کنه. 3 به یدهی،
نصرت اهل بیت با دست. علامه امینی قلم گرفت 20 سال القدیر نوشت. خب این کمکه. آقایان، خواهران، برادران عزیز، این خواب علامه امینی که حالا عرض میکنم خیلی پیام داره. یک کسی علامه رو خواب دید، گفت برو پیش آقای محمد تقی جعفری. محمد تقی جعفری علامه که ایشون هم سالها نجف بوده و روحیات عجیبی داشت. وقت نیست من بعضی از ویژگی های این مرد بزرگ رو بگم. کنار مسجع شریف امام رضا علیه السلام دفن. خیلی آقا بود. من گاهی تلفنی با ایشون در تماس بودم. خیلی آقا بود. علامه امینی آمد پابه کسی، گفت برو به آقای محمد تقی جعفری بگو تا زنده ای ازت میاد برای علی یه کاری انجام بده. من علامه دیگه، من امینی هستم کوتاست دیگه، نمیتونم تو عالم برزخ کاری انجام بده. علامه امینی که 30,000 کتاب و زیر و رو کرده، عمرشو گذاشته، القدیر نوشته، حالا تو عالم برزخ هنوز حسرت میخوره چرا بازم برای علی نتونسته کاری انجام بده. با دستتون کمک کنید، اسم بچه هاتون رو به نام علی بگذارید، برای امیرالمومنین مراسم بگیرید، پول دارید هزینه کنید برای ساخت و ساز حرم. اینا بین المللیه، این صحنها، این حرمها متعلق به ایران و عراق و بحرین نیست. این حرم بین المللیه، ما باشیم یا نباشیم این حرم باید با عظمت باشه. بعضی میگه آقا خب حالا ما اینجا درست کردیم شد، بعدن بتونیم بیاید نیاید، صحبت اینها نیست. اینجا بین المللیه، باید جهانی بشه. به کوری چشم داعشی ها، تکفیری ها، به کوری چشم آل سعود، روز به روز باید این حرم ها گسترده تر بشه. اون آقا اومد به علامه جعفری خواب رو گفت. علامه جعفری محمد تقی بلند شد، شروع کرد به نوشتن شرح نهج البلاغه و فرمود انگیزه من از نوشتن این شرح پیامی بود که از عالم برزخ علامه امینی به من داد. این یاری کردن امیرالمومنین به دست، عرض کردم به دست، گاهی با قلمه، گاهی با پول دادنه، گاهی کمک به مردمه، بار از دوش مردم برداشتنه. خود امیرالمومنین فرمود شیعتنا، این حدیث رو بخوانم عرضم تمام، شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، شیعه های ما تو ولایت ما بذل میکنند، هزینه میکنند. شما تو زیارت اربعین که نزدیکه میخوانید، یا ابا عبدالله تو جانتو بذل کردی، و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. آقایان، خواهران، بینندگانی که این برنامه رو میبینید، هر که هر کاری ازش میاد برای ارتقاء ولایت انجام بده. شاعر، نویسنده است، روحانی، استاد دانشگاه است، ولو قبل از کلاس درس با یه حدیثی از امیرالمومنین نام علی رو بلند نگه دارید. نام امیرالمومنین باید در دنیا مطرح بشه. مطمئن باشید آقا هم شما رو تنها نخواهد گذاشت. کنار حرم شریفش هستید، یکی از خواسته هایی که ازش دارید بگید آقا ما اومدیم زیارتت، اما اونجایی که ما تنها میشیم، همه میرن، یه لحظه بگن امیرالمومنین. مگه خودش نفرمود؟ به حارث همدانی فرمود من یموت یرنی، کسی جان بده من علی رو میبینه، قصه نخورید. من نمیرم به گذشته تاریخ، تو همین قم، تو همین ایران، مرحوم آیت الله العظمی حجت، ایشون خیلی سالی نیست از دنیا رفته، داماد ایشون که من داماد ایشون رو زیاد دیده بودم، پشت سرش نماز خونده بودم، مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضای حائری که مرد بسیار بزرگی بود، من از آیت الله مشکینی اینو شنیدم، فرمود هر که میخواد یه چهره بهشتی ببینه حاج شیخ مرتضای حائری رو بره ببینه، با اینکه با هم اختلاف سیاسی داشتن. ایشون خودش، من از خود ایشون شنیدم، فرمود از نظر سیاسی ما اختلاف فکری با هم داریم، اما هر که میخواد یه چهره بهشتی ببینه بره حاج شیخ مرتضای حائری رو ببینه. حاج شیخ مرتضی داماد آیت الله حجت بود. ایشون یه کتابی نوشته چاپ شده تو ایران هست، سر دلبران. من خلاصه میگم، ایشون میگه مرحوم آیت الله حجت روزای آخر عمرش یه وقتی یه قدری تربت ابا عبدالله براش توی
آب حل کردیم و دخترش که خانم عاشق مرتضا باشه تربت رو برد گفت بابا اینو بخور، گفت میل ندارم چیه، گفت بابا تربت ابی عبدالله است. تا گفت تربته گرفت خورد گفت خدا آخر و زادی من از دنیا تربت الحسین، بدان آخرین چیزی که از این دنیا خوردم تربت ابی عبدالله است. حالشون بد شد، منقلب شد. مرحوم عاشق مرتضای حائری می نویسه همینطور که تو بستر افتاده بود، یه وقت این عالم بزرگوار که تو مدرسه خودش تو قم دفن شده چشماشو باز کرد گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا فاطمه، السلام به تمام ائمه سلام، حتی میگه به زینب کبری سلام داد به فارسی به ترکی، ایشون ترک لهجه بود، هی میگفت آقا جون خوش آمدی، آقا جان خوش آمد، هی به ترکی میگفت به فارسی میگفت. اینا مسائل ساده ای نیست. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، السلام علی امک فاطمه بنت اسد، السلام علی ابیک ابی طالب، سلام ما درود ما به شما و پدر و مادر و برادرانت، سلام ما به برادر بزرگوار و شهیدت جعفر ابن ابی طالب علیه السلام. یه زیارتنامه تو مفاتیح، من خیلی این زیارت رو دوست دارم، نمیشه حرم بیام اینو نخونم، 4-5 خطم بیشتر نیست آقایون. زیارت امام هادیه، اینو بخونید، زیارت پنجم تو زیارتهای مطلقه. امام هادی اومد کنار قبر امام امیرالمومنین، امام هادی قدیر آمده غیر قدیر آمده، امام صادق آمده اینجا، هی میگفت انا لله و انا الیه راجعون، یا سیداه یا جداه یا طیبا. امام هادی آمد اینجا، من این سلامو خیلی دوست دارم، خودم غالبا اینطوری به حضرت امیر سلام میدم، تأسی به امام هادی میکنم. ایستاد جلوی حرم گفت السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم قد قصب حقه. این اول مظلوم رو ما نمیگیم، این کلام امام هادیه. گفت آقا جون سلام بر تو ای اول مظلوم عالم. به امام صادق علیه السلام روزه من همین یه جمله، گرچه پیش حضرت امیر روزه حضرت زهرا خواندن خیلی سخته، خیلی سخته، ولی همین یه جمله باشه. به امام صادق گفتن آقا تو این عالم از همه صبورتر کی بود؟ من اصبر الصابرین، این روایت دارم، من روزه با روایت میخونم، من اصبر الصابرین، تو این عالم از همه صبورتر کی بود؟ فرمود جدم امیر المؤمنین بود. با اینکه شما میدونید امام حسین کوه صبره، ملائکه از صبرش تعجب کرده، این همه مصیبت دیده. من به یکی از علمای قم گفتم آقا این حرف مناش چیه؟ چرا آقا میفرماید جدم امیر المومن از همه صبورتر بود؟ خب ابی عبدالله امام حسن 10 سال این همه صبر، فرمود همه ائمه ما صبور بودن، ابی عبدالله هم صبور بوده. ایشون فرمود من برداشتم اینه، جلو چشم هیچ کدام از این ائمه به همسرشون نزده، توهین نکرده، صبر علی است اینجاست که زینب کبرا فرمود آقا منو ببخشید یا اول حسن، من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. ابن عباس میگه من یه روز یه سوالی از امیر المومنین کردم تا آخر عمرم پشیمان شدم. حاجت بندا، گرفت دارا، مریض دارا، ابن عباس میگه من یه سوالی از علی کردم تا آخر عمرم تو کوچه های مدینه بهش گفتم آقا چی شد؟ قنفذ سر پستش ماند، حقوقش زیاد شد، تا نام قنفذ رو بردم آقا سر به دیوار گذاشت، بلند بلند شروع کرد گریه کرده. فرمود میدانی چرا؟ به خاطر اون ضربه‌ای که به زهرا زد. امام صادق فرمود مادر ما شهید شد در حالی که بازوش متورم بود، و فی عضده ها مثل دملجی، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به آبروی امیرالمؤمنین در ظهور فرزندش تعجیل بفرما، به عظمت امیرالمؤمنین ما را از این خاندان جدا مگردان، به آبروی امیرالمؤمنین جوونا و بچه‌هامون رو حفظ کن،
همه مریض ها، مریض های منظور، جانبازان، شفا عنایت بفرما.